آقا پسرا، کتاب کار فارسیتون رو باز کنید. من چند تا نکته رو تو اینجا بهتون تذکر بدم بچه ها. کتاب کار فارسی صفحه 28 رو باز کنید بچه ها. کتاب کار فارسی باز کنید صفحه 28 رو. آقایون باز کردی؟ راستین باز کردی؟ بچه ها؟ محمد رضا؟ خانم مامویان یه دروازه منو باز نکرد. چشم ازدم سب کردم. محمد رضا باز کردین کتاب کار فارسیتونو؟ من بازتون بخونم؟ نه عزیزم، فقط خواستم ببینم که میکروفون ها چیزه. باز کردین؟ خیلی خوب. بله خانم. باز کردین؟ جانم باز کردی کتاب کار فارسی؟ بله خیلی خیلی. یه نکتهش رو بهتون، چون تکلیف خونه میخوام بگم برای امروزتون، یه دو سه تاشو خواستم بهتون توضیح بدم که مشکل نداشته باشه. آقا کارم باز کردی کتاب کار فارسی تو؟ آقا کارم باز کرد؟ محمد تو باز کردی کتاب کار فارسی عزیزم؟ پسر زرنگم، یه قسمتشو خواستم براتون توضیح بدم که باش... الان میاری؟ خیلی باشه. علوم ریاضی باشه پسرم، بیا باشه. اما کار فارسی صفحه 28 رو باز کنید. یه نکتهشو خواستم بهتون توضیح بدم. آقا شایان باز کردی عزیزم؟ آقا آراد باز کردی؟ بله خانم من باز کردم. متشکرم عزیزم. آراد جان باز کردی؟ بله خانم. متشکرم. کار شما گفتید این سنگ هدیه ها داره. آره من فقط یک سوالشو توضیح براتون میدم بعد میرم سراغ هدیه. چشم عزیزم. فقط کار فارسی چرا؟ بسرم فقط یک سواله. کار فارسی رو میخوام توضیح بهتون بدم بعد میرم سراغ هدیه ها، چون مشکل نداشته باشید، چون تکلیف امشب خونه تونه. یک سوالش رو توضیح بدم براتون. آقا شهرسان باز کردی پسرم؟ وگرنه میتونم بگم خودتون انجام بدید چون کار فارسی دیگه. اول به نیست آخر. باز کردی آقا شهرسان؟ بله خانوم. باشه عزیزم، متشکرم. بچه خواستم توضیح براتون بدم که مشکل نداشته باشید، دکتر براتون بشه بعد میریم سراغت. بچه صفحه مایان که هنوز صداش نیست. صفحه 28 بچه صدای من نمیاده؟ صدای من داره میاد کاملا. محمد صدای من میاد پسرم؟ محمد تا بله خیلی هم خوب میاد. عزیزم باز کردی صفحه 28 گلم؟ بله. متشکرم عزیزم. برام میخونی سوال 9؟ مخالف کلمه های زیر را بنویسید. اول آخر. خب آفری عزیزم. الان با هم مینویسی؟ بچه گلم بنویس اول مخالفش چی میشه؟ آقا تا چی گفتی مخالفش چی میشه؟ آخر. آفرین. بچه ها میدونید چرا معلوم با قرمز می نویسم؟ به خاطر اینکه کاملا مشخص باشه برای شما. ولی شما چی کار میکنی؟ با همون سیاه می نویسی، با مداد سیاه می نویسی. پس آقا محمد تا مخالف اول چی شد؟ آخر. آخر شد پسرم. می نویسیم آخر. آخر. پسرم مخالف نو چی میشه عزیزم؟ میشه نو مخالفش میشه کهنه.
حسین مخالف نابینا چی میشه؟ نابینا کسی که نمیبینه. مخالف بینا. بینا. آفرین بینا. بینا. بینا یعنی کسی که میبینه، مثل شماها، مثل هممون. بینا میبینه چشمش. متشکرم آقای سلیمی. آقای محمود مخالف مهربان چی میشه؟ آقا محمود بگه مخالف مهربان. مهربان نامهربان. آفرین نامهربان. نامهربان. آفرین پسرم. خان مخالف خوشکم بگم؟ بگو عزیزم. بگو عزیزم. تر. متشکرم. حالا میگم بچه رو. خیلی قشنگ عزیزم. عالی گفت. ممنون. حسین برامون بگه بعدیشو. حسین میکروفون روشن نمیشه؟ من میکروفون روشن کردم حسین برای بار چندمی. خیلی خوب. آقای امیررضا مرتضوی بعدیشو میخوام برامون بگه. بله خانم. بسرم مخالف ناراحتی چی میشه؟ خوشحال. بله خوشحال میشه، شاد میشه، هم شاد میشه هم خوشحال. متشکرم امیر رضا، خیلی خوب بود. آقا مازیار بگه. آقا مازیار چی میشه؟ مخالف سور. زرر. آفری زرر. باری کلی بوده نکنه برای سور نداشت بلکه زرر بیار. زرر. آفری متشکرم پسرم، خیلی خوب گفتی، خالی گفتی. آقای رمضانی. بله خانم. پسرم مخالف آغاز چی میشه؟ پایان. آفری. اصلا آغاز معنیش میشه شروع، یعنی شروع، ولی حالا مخالف میشه پایان. آفری. چی گفتی شما؟ چی گفتی؟ خانم هیچ نگفتم. نه مخالف آغازو چی گفتی؟ آه گفتم پایان خانم. بله دیگه من همین رو سوال کردم، مخالف آغاز پایان. میاد الان آغاز چیز مسابقه است، نه بابا پایان مسابقه است. یا میگن آغاز کلاسه یعنی شروع کلاسه، میگن نه پایان کلاس، کلاس تموم شد. پایان کلاس ما کیه امروز؟ پایان کلاس ما کیه؟ خانم ساعتشو بگم یا بگم بعد سی؟ ساعتشو بگم. کلاس شما یا کلاس زبانمون؟ کلاس خودمو دارم میگم عزیزم.
یازده و بیست و پنج دقیقه که یه پایان کلاسمونه بود، پایان کلاسمون است. حالا آغاز کلاسمون که نبود، آغاز کلاسمون ساعت 8:15. متشکرم، خیلی قشنگ گفتی آقا بنیامین، عالی گفتی. آقا سفر برام میگه، آقا سفر مخالف سیاه چی میشه؟ مخالف سیاه چی میشه سفر؟ بله خانم. مخالف سیاه چی میشه پسرم؟ سفید. سفید. بله پسرم سفید میشه. مخالف رفت چی میشه؟ خانم بعدیش هم بگم. بعدیش بذاری که دیگه بگه. متشکرم. بعدیشو برامون نرفت. یکی دیگه الان میخوام برامون. مالیان بگه. مالیان مخالف رفت چی میشه؟ اون نرفته. نرفتم میشه. یه چیز دیگه هم میشه. نرفتم. نه. رفت. رفت. یک نفره. رفت. رفت. آمد. آمد. آفرین. آمد. ممنون پسرم. خانم. خانم. بله. یه موقع دیگه رفت فرو رفت و من باید فرو رفت بنویسم یا فرو رفت؟ عزیزم فرو رفت یعنی او استثنا نداره فه؟ عزیزم فرو چرا او استثنا داشته باشه؟ فرو ببین فرو او استثنا نداره عزیزم. اونی که تلفظ میکنیم مینویسی فرو. بله. ببینم دیگه جایی هست که مشکل داشته باشین بچه ها. بقیه شو دیگه خود سب از آقا شهسان بپرسم. آقا شهسان یک سال دیگه هم بگم یا نگم بهتون؟ یه بریم سراغ هدیه هم. بفرمایید خانم. شهسان سال دهشو که خودتون انجام میدین. بله. باید بنویسه. سال یازدهش هم بهتون فقط میگم. پسرم سال وقتی به جای کلمه‌ای که زیر آنها خط کشیده شده کلمه هممعنی آن را بنویس. خب وقتی باران شروع شد، شروع یعنی چی؟ معنی چی؟ آغاز. آفرین. آغاز. کوچولو بارش بنویسیم آغاز که یادمون نره. کوچولو می‌نویسیم آغاز. ناکارم میشم ناگزیر. ناگوریز عزیزم. ناگوریز. خانم سوال 12 واسهتون بخونم؟ بخون عزیزم. وانگهی سر سرانجام. بله قطره قطره جمع گردد. وانگهی یعنی چی؟ یعنی سرانجام. هم دیگه جمع میشن قطره قطره با هم دیگه جمع میشن تبدیل میشن به یک شی. بله بله بله. بعد حالا یاره ممکنه بگی که خانوم پس چرا اومده جلوش برامون جا خالی گذاشته؟ الان بهتون میگم. نگاه کنید به این صفت. گفته که به جای کلمه‌ای که زیر آن خط کشیده شده کلمه هم معنیشو بنویس و ادامه بده. خب حالا چی کار میکنیم؟ میگه وقتی باران آغاز شد علی ناگوریز شد و به خانه ناگوریز شد و به خانه برگردد. سمانی نمیده برد بچه ها ناچار و بچه ها نسیم مجبور.
اون معنی نمیده. مجبور. مجبور. بله بچه هم بنویسیم مجبور. مجبور بنویسید. خانم دوازده رو نخونم واسه تون. بچه ها بنویسید. مجبور تو اینجا. اینجا معنیه مجبور میده. اینجا معنیه مجبور میده بچه ها. بخون برامون جمله رو حالا آقا شهسان. وقتی باران شروع به آغاز و شروع شد علی ناچار مجبور شد به خانه برگردد. شکرم خیلی قشنگ خوندی عزیزم. مجبور یعنی به زور. آره عزیزم مجبور شد به خانه برگردد. درست عزیزم متشکرم. آقا کارین آقای آراچان برام بخون. آقا آراد برام بخون. وقتی باران آغاز شد علی ناچار شد ما به مدیم هم معنی شما می نویم مجبور شد برگردم. به خانه برگردد. بله قطره قطره هم بخون. قطره قطره جمع گردد سرانجام دریا شود. قطره قطره جمع کرد سرانجام دریا شود. درسته پسرم متشکرم خیلی عمال. بیرم چقدر وقت داری میرسم بهتون. ساعت دوازده رو دیگه خودتون انجام میدی. انجام میدی توضیح بدم براتون بچه ها دیگه خودتون سال دوازده رو انجام میدی. فقط توضیح براتون میدم سال دوازده رو با استفاده از کلمه های داده شده جمله ها رو سوالی کن. چرا؟ کجا؟ چه وقت؟ نگاه کنید به دوستانم سلام میکنم. میخوایم سوالیش کنیم. چه وقت به دوستانم سلام میکنم؟ علامت سوال میذاریم. بچه ها در مدرسه درس میخوانن. کجا بچه ها درس میخوانن؟ دیروز مداد سعید گم شد. چه وقت مداد سعید گم شد؟ مرد چوپان به فکر فرو رفت. یعنی چی؟ یعنی مرد چوپان چی شد بچه ها؟ کی میتونه بگه؟ سرمدی بگه. چرا اینا شما سوالی کن. مرد چوپان به فکر فرو رفت یعنی که رفت نکنه. بله چون میخوایم سوالیش کنیم. چرا مرد چوپان به فکر فرو رفت؟ چرا مرد چوپان به فکر فرو رفت؟ چون خواستیم سوالیش کنیم. چرا مرد چوپان به فکر فرو رفت؟ مثل من اون بالایی گذنیسته کم بگم. چرا سعید دیروز مداد دیروز چرا سعید گم شد؟ خب چون این زمانش رو برنامه مشخص کرده پسرم. زمانش رو مشخص کرده. ببین دیروز مداد سعید گم شد. ما زمانش رو چون برنامه مشخص کرده با توجه به زمانش باید سوال کنیم. یعنی بکنیم چه وقت مداد سعید گم شد؟ متوجه شدی پسرم؟ چون زمانش رو مشخص کرده. ببین دیروز مداد سعید گم شد. خب ما میگیم چه وقت مداد سعید گم شد؟ فهمیدی؟ بله. مثلا بچه ها در مدرسه درس میخوانن. خب چون مشخص کرده مکانشو بچه ها کجا درس میخوانن؟ در مدرسه. به دوستانم سلام میکنم. خب اینو شما سوالی کن. به چه کسی سلام میکنن؟ بله البته اینجا گفته با چرا کجا چه وقت چرا بچه ها سلام میکنن کجا بچه ها. البته بچه ها بعض این چیزاش نامفهومه. سوالات که این کتاب داده بعضیاش این مقدار همچین نامفهومه. چه کسی سلام میکنه
توی جان به کسی هم نداره، نه چرا داره، نه کجا داره، نه چه وقت داره. گفتم اونجا که زده بود ناچار، ولی به جملهش خود زده بود. بله مثل همون، آره آفرین، مثل همون، خوب متوجه شد، مثل همونجا آفرین که بهش نمیخور، به جملهش نمیخور. بله به دوستانم این اولیو خط بزنیم بچه ها چون نامربوطه. اولی رو؟ بله اولی خط بزنیم. خط قرمز؟ خط قرمز، قرمزی یا هرچی، چون بعضی که سالم این کتابی مقدار. یا میتونیم بگیم چرا به دوستانم سلام میکنم، اینم میشه بچه ها، چرا به دوستانم سلام میکنم، اونم میشه به اون صورتم بنویسید. چرا به دوستانم سلام میکنم؟ به خاطر اینکه چی بشه؟ ارتباطمون با هم دیگه بهتر بشه، روابطمون با هم دیگه بهتر بشه، چون به دیگران یاد بگیریم که به دیگران احترام بذاریم. اونم میشه بچه ها. مرسی بچه ها. حالا بریم سراغ هدیه هامون. من به خاطر این بچه ها بعضی سال کتاب رو توضیح میدم، بعضی قسمتاش یه مقدار نامفهومه، به خاطر این براتون توضیح میدم. آقا راستی مهربان تر از مادر و برامون بخون پسرم، بعد بریم فعالیت های کتاب کارشو با هم دیگه انجام بدیم. مهربان تر از مادر. از میان درختان و سرسبز می گذشتم، جیک جیک چند جوجه به گوشم رسید، صدا را دنبال کردم تا بلانه گنجشکا رسیدم. چه جوجه های زیبایی، جوجه ها را برداشتم و به راه افتادم. صدای جوجه ها هر لحظه بیشتر و بیشتر می شد، شاید کسی را صدا می زدند یا گرسنه بودند. به آسمان نگاه کردم، دیدم گنجشکی بالای سرم می تاخد. متشکرم. آقا شایان بخونه، آقا شایان بخونه. گنجشک به من بنده ها را روی جوجه ها انداخت. ماجرا عجیب بود، گرفتم و آورد عمر خدا و رایان یادانش به نام مزاروش دادن. پیامبر گفت جوجه ها را روی زمین بگذار. همه آتر نگاه می کردن، مادر جوجه ها آنها نمی شد. یکی از یاران پیامبر گفت چه مادر مهربانی، دیگری گفت حتی یک لحظه هم از جوجه ها جدا نمی شود. پیامبر گفت آیا از محبت این مادر تعجب می کنید؟ دانید خداوند از این مادر مهربان تست، او بنده هایش را خیلی دوست دارد. پس به مرد گفت گنجشکا را مرد به را افتاد و در را به سخن پیامبر را بره پیامبر را مهربان تست فکر کرد. متشکرم عزیزم، خیلی هم ممنون. علی پارسا من میکروفون شما روشن کردم. و خب بچه ها نگاه کنی این قسمت پایینش رو براتون میخونم. خب عزیزم این قسمت پایینش رو برام بخون. خب ارحم راهمی، خب ارحم راهمی، او مهربان تر مهربانان است.
که مهربان ترین مهربانان خدای بزرگ. بله بچه این آقای برداشته بود گنجشک رو برداشته بود، بعد اون پرنده چی بود؟ هی دور سرش میچرخید، نگران جوجه هاش بود که نکنه برای جوجه هاش اتفاقی بیفته. چرا؟ چون اون کی بود اون بالا میچرخید؟ مادرشون بود اون بالا سرشون میچرخید نگرانه جوجه هاش بود. جانم بفرمایید که نکنه اتفاقی برای من تو سلام نماز ایراد دارم میخورده. عزیزم تمرین میکنی یاد میگیری علی جان. چشم پسرم اینجا رو بخون گلم. پسرم تمرین میکنی یاد میگیری. دوست دارم من هم با پرندگان مهربان باشم، پس باید آنها را اذیت نکنم و آنها را در قفس نندازم. یه بار دیگه میخونی. دوست دارم من هم با پرندگان مهربان باشم، پس چی کار میکنم؟ به اونا آزار نمیرسونم، اذیتشون نمیکنم، اونا رو نمیذارم توی قفس، براشون دانه میریزم. چی کار میکنم؟ براشون دانه، مثلا بچه همه که هوا سرده چی کار کنیم؟ براشون دانه میریزی، پس به آنها آزار نمیرسانم. خانم نانم فردا پنجشنبه است؟ بله پسرم. با آنها آزار نمیرسانم. مگه ما نگفتیم بچه ها ما هر کاری میکنیم خدای مهربان میبینه؟ مگه نگفتیم علی پارسا؟ بله. حتی خدا دوست نداره که ما به پرنده آزار برسونیم. خانم آزار الان یه چیز برام تعریف کنم. بگو عزیزم. آدرسش یک فردا چهارشنبه نیست، چون من ساعت 11 صبح دقیق چیز دارم، وقت دندانپزشکی دارم. خب بچه ها نگاه کنید، ما حتی به پرنده هم نباید آزار برسونیم. من یه بار داشتم بچه ها از این تو پیاده رو را میرفتم، صبح زودم بوده، بچه چند تا کبوتر آمده بودن پایین، داشتن تو پیاده دانه میخوردن. اون وقت بچه من گفتم که اگر بیام از این کنار را برم این پرنده ها میترسن زود پرواز میکنن. یواش یواش اومدم این قسمت، یه قسمت دیگه اومدم که نکنه این پرنده ها بترسن آرامششون به هم بخوره. اومدم این کنار خانم پس دانشون رو بخورن، ما حتی به اونام نباید آزار برسیم. خانم بله بفرمایید. ما مدرسه میرفتیم پیاده رو میرفتیم خیابون پرنده میدیدیم. بله حتی مثلا دیدیم نکی بریم جلو بترسونمشون، نه خیلی کار بدیه. ما دوست داریم کسی بیاد ما رو بترسونه به ما برسون. نه نه دونشون رو دوست دارن، اونا میترسن. اگه بریم یه موقع بغلشون کنیم قلبشون تون 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 داره میزنه، میترسن دیگه. ما حتی به پرنده هم نباید آزار برسونیم، به حیوانات، به هیچ کدومشون نباید آزار برسونیم. باید چیکار کنیم؟ براشون دانه بریزیم، براشون غذا بذاریم، مخصوصا الان که هوا سرده بچه‌ها. آقای مالیان شما بعدیشو برام بخون پسرم. الان با ساتو میخوام. ببین ما بکن با دقت به این دو تصویر، با به این دو تصویر نگاه کن، از آنها چه میفهمی؟ بچه نگاه کن. خب این تصویر چیه؟ چه پرنده ایه؟ چیه این پسر؟ بازه چیه؟ چه نتیجه میگیری؟ بچه ببینی این پرنده جوجهش کنارشه. آره. این جوجهشو کجا گذاشته؟ بغلش. پس چی متوجه میشیم؟ اینا چی؟ اینا مادرن، اینا مادر جوجه ها، اینا مادر جوجه ها. میبینی بچه ها چه مراقب جوجه هاشونن، چه از این نداره میکنن، از کنار مادرشون دور نمیشن. دیدی محمد ها؟ بله بچه ها. خب
آقای رمضانی راجب این تصویر چی میتونی بگی پسرم؟ میتونی بگی عزیزم راجب این تصویر؟ چیزی میتونی بگی عزیزم؟ آقا مازیار میگی برامون بگی. آقا مازیار شما چی میتونی راجب این تصویر برامون بگی؟ میتونم بگم که نباید به پرنده ها آسیب بزنیم، نباید به ترسونشون. آفرین نباید به ترسونشون. آفرین آفرین. چی میبینی؟ دارن چی کار میکنن؟ باز میبینن که با بچه هست به کلی شمه من میرن تو آبن. آقا محبود شما چی برداشت کردی از این تصویر؟ چی میتونی بگی؟ بعدش هم امیررضا میخوام برامون بگه. چی متوجه شدی عزیزم؟ متوجه شدم که نباید پرنده ها را آزار بدهیم. درسته. فقط پرنده ها نه، تمام حیوان ها رو. این تصویر چیز میبینی عزیزم؟ یه اردک تو آب داره شنا میکنه، بچه‌ش رو گرفته زیر بال خودش. بله اون که بیرون آب اون داره راه میره، بچه‌ش دنبالش میاد. خب این پس بچه اینجا رو هر چی برداشت کردی خودتون بنویسی دیگه، من بهتون نمیگم اینو دیگه. یه کار خوب در دفتر نقاشی خود. بچه ها الان مامانا فقط نشنون و گوش کنین، الان فقط مامانا نشنون و مامانا کنارتون نباشم اشنون و باشه. خب مامانو نباشن کنارتون بشنون، بابا نباشن کنارتون بشنون. اینجا رو امیررضا برامون بخونه، کسی مامانو نشنون یواش. خب امیررضا بخون برامون. این کار رو میخوام بکنی شما، بعد به مامانو هدیه بدین. البته الان امیررضا میخونه، میبینیم چیه. امیررضا آقا آراد بخونه برامون. بله خانوم. بسم یه کار خوب بخون برامون. یه کار خوب در دفتر نقاشی خوب دو گل زیبا بکش، در کنار هم گلها در دفتر نقاشی خود دو گل زیبا بکش، در کنار هر گل جمله‌ای برای تشکر از پدر و مادر است و به آنها هدیه کن. بچه تو دفترتون چی کار میکنی؟ دو تا گل میکشی، در کنارش هم یه جمله نویسین و برای کی؟ برای تشکر از پدر و مادرتون. تا اومدن چیکار میکنی؟ بهشون میدین. ولی بچه ها الان نشنون و الان با مامانا نشنون و این کارو بکنی خوشحالشون کنی.
به خاطر زحماتی که برای شما کشیدن تو اون چیکار میکنی؟ کنار ازشون چیکار میکنی؟ تشکر میکنی. بسو الان همه دستا رو بندازی یه فعالیتی میخواییم انجام بدیم. میخوام ببینم چی رو میتونم یه فعالیت رو انجام بدم. میخوام تو کلاسمون نمایش اجرا کنی. گوش کنی. همه دستا پایین. همه دستا پایین. نمایش درس چی رو میخوام اجرا کنیم؟ تازه دور میکروفون فعال شد پسرم. تو کلاسم بچه رو نگاه کنیم. نمایش درس مهربانتر از مادر رو میخوام تو کلاسمون اجرا کنیم. حالا کیا فعالیت ها انجام بدن؟ اونا که فقط میتونم دستشون رو بگرم یعنی میگه کنارشون خانم میشه یه بار دیگه توضیح بدیم من نفهمیدم. بس بعد من میکروفون رو میکروفون شما رو نگاه کنیم بچه رو میخوام نمایش این درس رو تو کلاسمون انجام بدیم. صداتون بعد میوام. الان میتونی اجرا میتونی شما اجرا کنی نقشو؟ خودم نه. خب متوجه شدی من چی گفتم الان؟ نه. نفهمیدی خیلی خب. من الان کسی دیگر سپر متوجه شد من چی میگم؟ خانم شما گفتی نقش این داستان مهربان مادر. خانم شما صداتون بد اومد من نفهمیدم ولی چیزی فهمیدم گفتین نمایش اجرا کنید. خب الان دو مرتبه همین میکروفونا رو قطع میکنم که صدای من خوب بیاد. بعدی سوال میکنم. بچه‌ها میخوایم تو کلاسمون یک نمایش اجرا کنیم. نمایش چی؟ یه نفر میاد چیکار میکنه؟ نقش مادر جوجه رو اجرا میکنه. میشه مادر جوجه. یه کنار وای میسه. یه کنار توی صحنه دیگه. یکی هم میاد چیکار میکنه؟ نقشی چیکار میکنه؟ یه آدمی رو اجرا میکنه که چند تا جوجه کنارشه داره با جوجه ها چیکار میکنه؟ مثلا کنار جوجه هاست و بالا سر جوجه ها ایستاده. پس دو تا نقش میخواییم. یکی نقش مادر جوجه، یکی هم یه آدمی که چند تا جوجه باید کنارش باشه، یه جورایی بالا سر جوجه هاست و یکم مادر جوجه و نگران اوناست. حالا متوجه شدی؟ سلیمه متوجه شدی؟ بله. متوجه شدی چی گفتم؟ دو تا نقش لازم داریم. یکی کنار جوجه هاست و یه جورایی داره به جوجه ها آزار میرسونه. البته جوجه هاتون جوجه واقعی نباشه، با جوجه واقعی نباشه. چون نمیخوایم ما آزار برسونیم، ما گفتیم نباید آزار برسونیم چون برای همین میگم واقعی نباشه. یکی هم میاد چی کار میکنه؟ خب راستین هم میاد نقش مادر جوجه ها رو اجرا میکنه. راستین متوجه شدی؟ بله خانم من یه از این عروسک از دستی های نمایشی دارم.
زیاد داری شما؟ خیلی خوب. شما میشی کنار جوجه ها هستی؟ سرگیم میشه نقش مادر جوجه چه میخویستی؟ تصویرم رو روشن کنی. خب الان میخوام اجرا کنی؟ بله. خب سلیمی آماده هستی؟ بله. خیلی خوب ببینیم میتونن اجرا کنن. خانم سلام، فهم من یه دقیقه اونو بردارم. خب الان بچه ها راستی میاد به جوجه هاش تیز میکنه آسیب، مثلا چون بچه چون واقعی نیست داره میگیم، ما به این جوجه ها میاد چکار میکنه؟ آسیب میرسونه، اذیتش میکنه. ولی تاها هم مادر جوجه ها نگرانشه. خب یه دونه بیاری کافیه، یکی بیاری کافیه. من ما یکی آوردی. حالا ببینیم آقا راستین چی کار میکنه، داریم نمایشش رو. تا کجا رفتی؟ مامان جوجه ها کجا رفتی؟ کنارش بایست مامانشون. خب بگیر بالا جوجه ها رو، فقط جوجه ها رو بالا بگیر. دستت گرفتی؟ دست بگیر بالا. خب باهاشون دیگه مامانشه داره. خب یه جوری بهشون آسیب برسون. مامانش چی میگه با خودش؟ مامانش چی میگه؟ مامان جوجه ها چی میگی؟ مامان حیوان ها چی میگی؟ ناراحتی؟ یه جوی ناراحتی خودتو نشون بده. یه جوی ناراحتی داره گریه میکنه، مامانشون داره گریه میکنه. آی حالا ببینم. خوب خوب داره مامانشون گریه میکنه، نگران جوجه هاشه. حالا صبر کنه یکی دیگر رو مامان کنم ببینم میتونه چه شکلی احساسات خودشو بیان کنه. مرسی تا هاش حالا که دیگه مامان میشه. حالا شخص مامان بشه ببینم، میتونی مامان بشی؟ شخص مامان بشه ببینم، میتونی مامان بشی؟ خانم من جوجه واقعی دارم. نه واقعی نمیخوام، چون نمیخوایم آسیب برسونیم. واقعیه؟ آره خانم اینا. نمیخوام بهش آسیب برسونی. آسیب خانم بهش نمیرسونه، علکی مثلا بهش آسیب نمیرسونه. خب حالا یکی دیگه میاد نقشه چیز میشه، مامان میشه. باشه حالا شما باش، یکی دیگه نقشه بابام میکنه. باش. خب الان آقای سرمدی. آقای سرمدی شما نقش مامان جوجه بشو. نقش مامان جوجه که دست آقای سرمدی. نقش مامان جوجه بشو. ببین داره جوجه رو تو دستش گرفته، شما ناراحتی. الان خوب مادر بشه. مامان ناراحتی، چی کار میکنی الان؟ محمد رضا بچه تو دستش گرفته، جوجه تو دستش گرفته، چی کار میکنی؟ میخندی؟ خوشحالی میکنی؟ آره؟ خنده داره. پس نمیدونه مامان نمیدونه نقشش رو اجرا کنی چرا خندهش گرفته. حالا ببینم کی میتونه خوب اجرا کنه. مازیار شما ببینم میتونی نقش مامان اجرا کنی؟ فقط با علائم نشون بده. مازیار خانم من نقش بچم؟ شما نقش آره، شما یه آقایی هستی که جوجه رو دستت گرفتی داری آزار میرسونی. مازیارم مامانشه. خوب مامان جوجه یه آقایی داره به جوجه آسیب میرسونه، چیکار میکنی؟ آسیب نمیرسونم، علاکی یواش گرفتمش. یواش که مامانش ناراحته، مامانش که مازیار داره گریه میکنه، نگرانه. بیا ناراحته. خیلی خوب پس چی کار میکنی؟ بذارش که زمین بره، بذارش سر جاش که مامانش خوشحال بشه. بذار سر جاش باشه، شاید گذاشتش سر از جاش. الان مامانش خوشحال شد دیگه. بچه نگاه کنی دید مامانش ناراحته، جوجه رو کجوجه کجا رفتش؟ اینجا شانم. آها داره گذاشتش دیگه، بهشم آزار نمیرسونه. گذاشتم بره. گذاشت بره، مامانش هم خوشحال شد. متشکرم.
مرسی. خوشحال شدی مامانش؟ آره خوشحال شدش. بله بله مرسی. خیلی خوب بچه. خوب بچه بریم نماز رو سوال کنم ازتون. از آقا پسر از نماز رو یادی وقتمون تموم شد دیگه. آقای بنیامی بهمون گفته بود دیگه. آقای بنیامین گفتی که وقتمون کی پایان میرسه؟ آقای بنیامین گفته بود. آقای بنیامین کی تموم شد وقتمون تموم میشه؟ 11:25 الان چی شد؟ زمان کلاسمون چی شد؟ به پایان رسید. کی آغاز شده بود؟ بنیامین جان کی آغاز شده بود؟ بله 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 آفرین. 10:40 هدیه ها شروع شدش. 11:25 هم تموم شد. بله. خب بچه های گلم همه تونو به خدای بزرگ میسپارم. فقط قبل از اینکه کلاسمون تموم بشه یه نتیجه گیری از درسمون بکنی. آقای بابونی یه نتیجه از درسمون بگیر. چه نتیجه گرفتی؟ آقای بابایی فقط نتیجه که از درسمون گرفتیم سریع به اون بگو. چه نتیجه گرفتیم پسرم؟ خانم این که پرنده وقتی جایی میبینیم آزاد فرارم نمی کنه بخوام بگیرش فرار نمی کنه نگیریمش چون مامانش ناراحت میشه. تازه کی محبت به دل مامانش انداخته؟ خدای تازه خدا داره ما رو میبینه. نتیجه گرفتیم که به حیوانات آزار نرسونیم. ما در قالب نمایش گفتیم که چی؟ به حیوانات آزار نرسونیم. آقا را چه نتیجه گرفتیم؟ به حیوانات آزار آقا را چه نتیجه گرفتیم؟ به حیوانات آزار نرسونیم. اذیتشون نکنیم. تو قفس نذاریمشون. تو قفس نذاریمشون. نگیریمشون. اذیتشون نکنیم. بله. دو تا گل زیبا هم بکشیم. به کی هدیه بدیم؟ دو تا گل. برای تو مامان جانم. امروز ما زبان داریم؟ بله پسرم ساعت بعد زبان داریم. همه گل پسرها رو بچه های دوست داشتنیم خدافز عزیزم. خدا نگهداره همه تون.